سلام به همگی حالتون چطور؟ حالا که سایپا و ایران خودرو با طراحی‌های جدید و خفنشون باعث شدن طراحی لامبورگینی و فراری انگوش بدهند بمونند و قرار به زودی چند تا ماشین جدید و روانه بازار کنند گفتیم ما هم یه ویدیو بسازیم ببینیم این اطلس و سهند و ریرو چه شکلی هن. مشخصاتشون چی و اصلا چه فرقی با دنا و کویک و تیبا و اینا دارن. فقط قبل از اینکه شروع کنیم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید کانال دانستین روز رو سابسکرایب داشته باشید یا اگه سابسکرایب نکردید همین الان این کارو انجام بدید و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ ویدیو اول از ماشینی شروع کنیم که بیشتر از همه سر و صدا کرده و هر روز داره عکس و فیلم های جدیدتری ازش تو اینترنت پخش میشه جدیدترین خبری هم که دربارش منتشر شد قیمتش بود که حسابی باعث تعجب مردم شد اطلس ماشینیه که انگار سایپا خیلی روش حساب کرده و مثلا میخواد با این ماشین با دیویسوف رقابت کنه و احتمالا به زودی جایگزین کویک هم میشه پلتفرم این ماشین همون همیشگیه یعنی پلتفرم ایکس دیوی که توی تیبا دو کویک هم استفاده شده از نیمروخ که شما نگاه میکنی با کویک مو نمیزنه یعنی وقتی از بغل نگاهش کنی دوست داری بهش بگی کویک ایز یو و حقیقت هم که اطلس همون کویک شده است و نمیشه گفت که یک متفاوته یا یک ماشین جدیده ولی به عقب و جلوش خوب رسیدن چیزی که با نگاه کردن به این ماشین میشه فهمید اینه که تو طراحیش خیلی از طراحی رنو داچیا کپی ببخشید الگو گرفتن چراغای عقبش هم همون زمان طراحی محصولات رنو مثل تالیسمان و کلیوس و اینا رو داره و تو طراحی داخلیش هم صف کیلومترش خیلی شبیه رنو سیمبله سایپا حسابی توی این ماشین دست و دلوازی کرده تو نسخه فول آپشن اطلس رنگ سقف با بدل متفاوت سانروف داره طراحی جلوش با عرض معذرت از کوسه از پوزه کوسه الهام گرفته شده و آنتن کوسه ای هم داره و خدای از حق نگذریم طراحیش نسبت به محصولات قبلی بهتره جلو پنجره بالی داره طراحی چراغش نسبت به کویک و تیبا و حتی چراغ عقب تارا هم خیلی بهتره مشکل فقط دستگیرهای در و همون نمای بغلش که گفتیم با کویک زیاد فرق نکرده تو بخش تاریخ داخلی هم اطلس انقلابی تو تاریخ سایپا به پا کرده تریم داخلیش دو تو بعضی مدلها ترکیب مشکی و کرمی و توی مدل دیگه مشکی و زرشکی ولی متاسفانه جنس داشبوردش بازم پلاستیک خشک دریچه‌ای کولرش طراحی جذابی دارن و به سیستم مالتی هم مجهزه البته مالتی میدیا که میگی منظور همون یک کفت از مانیتوری که روش گذاشتن ولی خب کاچی بعضی هیچی کنترل سیستم تهویهش هم الکترونیکیه رو هم کنترل سیستم صوتیش دکمه گذاشتن که بتونی از همونجا کردن کم زیاد کنه که صدای موتور اذیتت نکنه صفحه کیلومترش هم حق و بل انصاف سه هیچ کویکو میزنه و با بکلایت با قرمزش خیلی جذاب شده آپشن و این چیزا هم تا دلتون بخواد بستن روش. کنترل کشش یا TCS کنترل پایداری یا ESC که به تازگی اجباری شده و همه ماشین جدیدا باید مجهز باشن بهش کمکی ترمز یا BAC توزیع نیروی ترمز یا EBD کمکی حرکت در سربالایی یا HSA ای 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 ای، چراغ ترمز اضطراری یا SSS و سنسور نقطه کور خلاصه کلی از این سیستما که بعید میدونن خود سایپا هم دقیق بدونه چیه داره چراغ بدرقه چراغ فالو داره یعنی وقتی از ماشین پیاده میشی چراغ سقفی چند لحظه روشن میمونه و بعد خاموش میشه چراغ دیلایت داره آینه بغلاش طراحی جدید دارن و به گرم کن مجهز شده سنسور نور داره یعنی هوا که تاریک شه خود شورش میکشه چراغ رو روشن میکنه سنسور فشار باد تایر تا و سنسور دوربین دنده عقب هم داره قابلیت اتصال موبایل به مانیتور یا همون میرو لینک هم داره ولی متاسفانه تنظیم صندلیاش همچنان دستی و دو تا ایربگ هم بیشتر نداره من داریم. واقعا دیگه یک صندلی برقی چیه که نمیذارید حالا بریم سراغ بخش فنیش اول از همه باید از قلب ماشین شروع کنیم زیر کاپوت اطلس چه خبر همونطور که گفتیم سایپا تو این مدل حسابی دست و دلوازی کرد و کلی به طراحی ماشین رسیده حسابی روش آپشن بسته و میخواد با 200 رقابت کنه حالا موتور این شاهکار صنعتی چیه موتور ام آی الان میگه او چه خفن جا موتوری حالا این ام 15 آی چیه هیچی همون موتور تیباز انتظار داشت موتور جدید بسازن نه آقا از این خبر نیست سایپا موتور پراید رو از کیا خریده و رو تمام مدلاش اومده این موتور رو گذاشته بعد که تیبا اومد گفتن چیکار کنیم زورش بیشتر شه اومدن سیلندرش یکم گشاد کردن 200 سی, سی به حجمش اضافه شد و موتور ام 15 آی یا موتور تیبا متولد شد همون روی تیبا ساینا کویک و شاهین گذاشتن و حالا باز همین موتور 4 سیلندر سوپاپ روی اطلس قرار گرفته البته عین همون موتور نیست تا تقویتش کردن چی فکر کردی بالاخره زحمت که ف فکر کردید سایپا چند میلیارد هزینه میکنه یک ماشین جدید و خوشگل طراحی میکنه بعد این همون موتور قبلی رو بذاره روش نه دیگه اینقدر هم ساده نیست موتورش تقویت شده و از 87 اسب بخار به 90 اسب بخار ارتقا پیدا کرده این نمیدونم لعنتی حداقل 4 اسب بهش اضافه میکنیم که بگیم به قدرت هر پیستونش یه اسب اضافه شده این همه زور زدید واسه سه اسب گشتاورش هم 137 نیوتن متر و نسبت به تیبا که 128 نیوتن متر بود با عرض پوزش از آقای نیوتن 9 نیوتن متر ارتقا پیدا کرد ترمز جلوش خدا دیسکیه ولی ترمز عقب همچنان کاسه ای های دستی گیربکس 5 دنده هم داره همون گیربکسی که مال تیباس ولی قرار مدل های غیر دستیش با گیربکس اتوماتیک سی وی تی هم تولید بشه اما بریم سراغ سهند داستان تولید سهند اینجوری که سایپا داشت به تعداد و تیراژ بالا پراید تولید میکرد که یکی بهشون گفت مردم چارو و گزینه دیگه ندارن و مجبورن هنوز ازتون پراید بخرن ولی وجدانن خودتون خجالت نمیکشید یعنی نمیخواید ناوری ایجاد کنید سایپا هم رفت تو اتاق و کار بدش فکر کرد و همون موقع با ترای تیبا اومد بیرون و اینجوری تیبا متولد شد بعد از چند سال گفتم بیایم این تیبا رو یه تغییری بدیم و به قول معروف فیس لیفتش کنیم و به این شکل ساینا هم وارد خط تولید سایپا و بازار شد حالا الان گفتن ساینا دیگه قدیمی شده بیایم یک فیس لیفت بزنیم چه چیز جدید بفرستیم تو بازار که با 405 و سمن رقابت کنیم و ایده ای سهند هم اینجوری شکل گرفت یعنی سهن در واقع فیس لیفت روی یک فیس لیفت دیگه است و نسل سوم تیبا و نسل چهارم پراید و پلتفرمش هم بازم همون همیشگی تیبا و سایناس راجع به طراحی داخلی صحبتی نمی‌کنم چون کابینش با کابین اطلس یکی و قبلا راجبش توضیح دادیم راجع به طراحی بدنه شاید اولین چیز که براتون سوال اینه که ما گفتیم ماشین واسه سایپا پس چرا آرم پارس خود رو روش خورده پارس خود رو زیر مجموعه سایپا بعد از اینکه تولید تندر 90 متوقف شد پارس خود رو به سایپا گفت ال 90 که تولید نمیشه بریلیانس هم که دیگه تولید نمیکنه حوصله اون سر رفت ناموسد یه چیزی بدیم ما هم سر کنیم. سای پا هم کنیم سایپا هم دلش سو گفت خب بیا این سند تو بساز واقعا چه غم انگیزه کار کارخونه که زمانی ماشین خوب و با کیفیت مثل مگان و ال 90 و بریلیانس مونتاژ میکرد به جایی برسه که بخواد فیس لیفت ساینا رو بزنه تو بخش طراحی بدنه این ماشینا مثل اطلس از بغل همون سایناست ولی جلو عقبش خیلی عوض شده و سعی کردن طراحی بروستری داشته باشن که البته توش چیز خاص و پیچیده هم به چشم نمیخوره چراغش حالت کشیده داره روی کاپوتش از خطوط موازی استفاده شده که جلوه بهتری بهش بده جلو پنجرش حالت لوزی شک داره و پایین جلو هم یک نوار کرومی کار گذاشتن که چراغا رو به هم وصل کنه چراغ عقبش دو تیکی است و یه مقدارش روی در صندوقی که ظاهر بالی بهش داد و از ساینا خیلی جذاب‌تر نمای بغلش هم همونطور که گفتیم فرقی با ساینا نداره ولی تو بعضی عکس‌ها رنگایی که روش گذاشتن جذابه و باعث شده بغلش هم یک روخی به خودش بگیره قرار نسخه فول آپشنش با سقف مشکی و سانروف هم عرضه بشه وارد بحث فنی سن نمیشیم چون فرق با نداره فقط قرار نسخه های هم ازش تولید بشه اما بی مقدمه بریم سراغ ماشین جدید ایران خودرو یعنی ریرا که در واقع پژو 2008 ایرانیه طراحی جلوش یک طراحی مدرن و باحال آدم و یکم یاد لاماری میندازه ولی اینم مثل تارا اصلا پشت جذابی نداره یعنی انگار جلوش و یه فارغ التحصیل نخبه سنتی شریف طراحی کرده پشتش رو دادن به پسراموی مدیر عامل که با پارتی بازی استخدام شده طراحی کنه واقعا این چه تو نمای بغلش هم نکته خاصی نداره جز اینکه واسهش از رینگای 18 اینچی دو رنگ استفاده کردن و جذابیت خاصی بهش داده اما طراحی داخلیش که برای یه خودرو ایرانی اصلا توی لیگ دیگه است و منصفانه بخوایم نظر بدیم حرف نداره فرمون دیکاد مانیتور بزرگ 24 اینچی دست دنده جذاب و قرارگیری دکمه های سیستم تهویه مطبوع وسط کنسول هم باعث شده که نشه نقدی بهش وارد از آپشن جدید و خوبش هم میشه به ترمز پارک برقی اتو ترمز عقب دیسکی نورپردازی مخفی تریم داخلی با قابلیت تغییر رنگ کیلس استارتر سنسور باز کردن در صندوق با پا دوربین 360 درجه و ترن و ترن هم آپشنی که دوستان موقع پیچیدن وقتی فرمون میچرخه یه چراغ دیگه روشن میشه که مسیر رو روشنتر کنه موتور این ماشین هم هم موتور ef اف 7 که روی دنو و سورن میذارم ولی با توربو شارژر 160 اسب بخار و 240 نیوتن متر گشت میده گیر باکسش هم 6 دنده اتوماتیکه اگه تغییری توش ایجاد نکنم قرار نیست کلا دنده دستیش تولید بشه دسته تعویض دندش هم به همین خاطر الکترونیکی شده سفت تا صدش هم ده دو و دوام است و حداکثر سرعتشم سرعتش هم 195 کیلومتر. حالا بین این ماشین جدید انتخاب شما کدوم اطلس سهند یا ریرا ممنون که همراه ما بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومده فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید کانال ما رو هم سابسکرایب داشته باشید و اگه سابسکرایب نکردید حتما همین الان انجامش بدید و زنگوله هم بزنید که جز اولین نفراتی باشین که از ویدیوهای بعدی ما با خبر اگه دو تا ویدیو قبلی ما رو هم ندیدید حتما ببینید و تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار